در آستانه برگزاری دومین نشست بین‌الافغانی، این بار اما در دوحه. آیا با این تلاش ها به صلح نزدیکتر شده ایم؟ نقاط اختلافی نظام با طالبان کدام هاست و ساحات انعطاف پذیری کجاست؟ نگرانی مردم در رابطه با پروسه جاری صلح چیست و انتظارشان از تلاش های جاری چه موارده؟ چشمداشت ها از این نشست بین‌الافغانی چیست؟ آیا دیدگاه طرف ها به هم نزدیک خواهد شد و مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان آغاز خواهد شد؟ با مناظره تولو نیوز در مورد دورنمای سال خوش آمدید. بیننده های عزیز، حضار در تالار و مهمانان ویژه این مناظره، همه شما را خوش آمدید میگم. شما بیننده این مناظره به صورت زنده از تولو نیوز هستید. در این مناظره با پرسش های برنامه آقای داوود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، بانو سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آقای محمد اکرم خپلواک رئیس پیشین دبیرخانه شورای عالی صلح و آقای احمد ولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد. چون ذکر هست که آقای احمد ولی مسعود تا لحظات دیگر به بحث خواهند پیوست. یک بار دیگر خوش آمدین مهمان گرامی. آقای مرادیان، با شما آغاز بکنیم. آیا جناب دکتر صاحب شروع کنیم دیگه، تنها خانم برنامه هستند. بسیار خوب. بسیار خوب است. بانو سمر نه تنها زن هستند بلکه یکی از کسانی هستند که اضافه بر زن بودن خیلی چیزها رو می‌دارند که ما نمی‌داریم. بسیار خوب است. بانو سمر، آیا با این تلاش ها به صلح نزدیک شده؟ تشکر شما. اجازه بدین اول ابراز همدردی بکنیم با قربانیان جنگ در افغانستان و برای شهدا جنت برین، بر فامیلایشان صبر جمیل بخوایم. زخمی های مردم افغانستان شفای عاجل از خداوند متعال تمنا بکنیم. البته به نظر من فعلا مذاکرات برای مذاکره است. هنوز ما در شروع مسائل هستیم. بسیار اگر خوشبین باشم در قضیه اعتیاد کرده، خوشبینی خدا نشان بدم، آغاز خوب است. امیدوار هستم که این مذاکرات اینا ادامه پیدا بکنه و ما برای آوردن صلح دائمی در افغانستان که 41 سال سابقه مناظره داشته نباید بسیار عجله بکنیم. بله، چند تا از موضوعهایی که هنوز به عنوان مانع در این مسیر پابرجاست کدام هاست؟ اول من فکر میکنم که حکومت افغانستان با در راستا پیش قدم باید باشه، فعالتر حرکت بکنه، یک استراتژی مشخص داشته باشه. حالا ما مثلا نشست در مسکو بود، قبل از اون یا نشست‌های دیگه که در دوحه و اینا صورت گرفته بین امریکایا و طالبان، ما البته جزئیات دقیقش نمی‌فهمیم ولی چیزای عامی را که گفتن هنوز اجندای مشخص وجود نداره. برای آوردن صلح پایدار به نظر من باید یک استراتژی خوب به اصطلاح با بخشای مختلف با جزئیات ساخته شوه. از جانب کی؟ از جانب حکومت افغانستان و از جانب مخالفین ماندار، اونا هم بر خود گپ دارن. به خاطر از اینکه این نشست ها عملا نشست هایی است که برای طرفین میخواین که مسائل خود مطرح بکنن و آغاز بکنن از کجا. به نظر من گپ اول را که باید هم حکومت افغانستان سرش تاکید بکنه و هم طالبان تاکید بکنه مسئله آتش بست است. بله. یعنی آتش بست باید برای آمادگی برای مذاکرات بعدی باشه، به خاطر از اینکه زمانی که آتش بست شود آزادی بیان تقویه میکنه، آزادی گشت و گذار مردم آسانتر میسازه، مردم افغانستان میتونه سهم بیشتر در این مسائل بگیره. نیروهایی که مخالف هستن یا موافق هستن نظرات خود بگوین که از جمع تمام همین نظرات مخالف و موافق چیزایی را که ما باعث تشنج بیشتر میشه، باعث جدا کردن مردم افغانستان میشه. اینا را فاصلهش کمتر کرده بریم که باز ما بتانیم به مذاکرات اصلی بشینیم. آقای مرادیان، اگر امی پرسش را از شما بپرسیم، چند تا از موضوعی که به عنوان مانع فراراه همین مسیر که حالا در هر صورت روان هستیم دیگه وجود داره کدام ها هست؟ خب با پیشکش درود به شما و دوستانی که در این برنامه شرکت کردن. ببینید بانوی دکتر سیما سمر صحبت خود خوب با آرزو و یک دعایی شروع کرد. وی آرزو و یک دعایی هست که هر افغان تقریبا بیش از 40 سال است. در هر خانواده افغان آرزو برای صلح است و دعا برای صلح است که واقعا از صلح چیز بیشتر مردم افغانستان نخواستن در همین 40 سال. پس این آرزو و دعای همه ما افغان ها می باشد که هرچی سریعتر صلح به این سرزمین بیاید. اما برای رسیدن به صلح ضمن که ما دعا میکنیم، ضمن که ما آرزو میکنیم، باید واقع بینانه هم باید باشیم. در پاسخ به سوال شما موانع و مشکلات زیادی هست. یکی که واقعا یک در بین طالب ها هنوز نشانه های وجود ندارد که نشان دهد که اونها آماده یک زندگی صلح آمیز با دیگر شهروندان افغانستان هستند. از یک طرف که ما هستیم چندین سال هست صلح صحبت میکنیم. جناب دکتر خپلواک خیلی روی مسئله وقت در حکومت بودن تلاش کردن، زحمت کشیدن برای صلح. آقای کرزی، آقای اشرف غنی، یعنی در این طرف چندین سال هست از صلح گفتگو میکنند و تلاش میکنند، اما در طرف مقابل که طالب ها باشند هیچ نشانی وجود ندارد که اونها آماده یک زندگی صلح آمیز. و حالا هم وضعیت این گونه است فکر میکنید؟ متاسفانه وضعیت هنوز همین گونه است که آنچه که ما حداقل در صحبت های رسمی، تبلیغات رسمی طالب ها میبینیم نشانی وجود ندارد که اینها میخواهند در مورد صلح فکر کنند. پس همونطور که بانو سمر میگه هنوز این مذاکرات برای مذاکره است. دقیقاً هنوز مذاکره حتی برای مذاکره هم نیست. بیشتر وضعیت فعلی برمیگرده به سیاست‌های داخلی که در واشنگتن به وجود آمده، در اختلافاتی که در داخل خود نظام آمریکا به وجود آمده، مخصوص شخص آقای ترامپ. بنابراین مهمترین مشکل و سال این است که آیا واقعا طالب‌ها آماده یک زندگی صلح آمیز با دیگر شهروندان هستند. و از طرف دیگر او اختلافاتی که در کابل وجود دارد هم مهم است، اما ما می توانیم در کابل برای اختلافات راه حل پیدا کنیم. و هیچ نشانه دیگری هم وجود ندارد که آیا واقعا پاکستان که شریک استراتژیک طالبان باشند از این 40 سال درس عبرت گرفته است و میخواهد یک صفحه جدیدی از رابطه با افغانستان بگشاید. هنوز هم متاسفانه ما میبینیم با صحبت‌هایی که نخست وزیر پاکستان انجام میدهد نشانه‌ای از تغییر در پاکستان هم متاسفانه روی موردی که صحبت کردین بیشتر حرف خواهیم زد، ولی از آقای خپلواک بپرسیم اختلافات اساسی ما این طرف یعنی نظام با طالب چی است؟ تشکر. مننه کوم زه مرادیان صاحب سره په ځینو مواردو کې موافق یم، مګر تر هغه ځایه چې په دغه پروسه کې له تیرو څلورو کالونو موږ عملا دخیل وو، لکه څنګه چې په داخلي سطح د افغانستان په ټولو اقشارو کې تغییر راغلی ده او ټول سوله غواړي. تر هغه ځایه چې موږ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو د رهبرۍ له مختلفو اقشارو سره تماسونه یا معلومات لرو، کافی بدلون او تغییر راغلی ده او دغه تغییر او بدلون د دې سبب شوی چې نن د طالبانو تحریک احزاب په رسمیت پیژني. که 15 کاله مخکې جمعیت یا حزب اسلامي یا جنبش یا مدني ټولنې یا میرمنې طالبانو سره بحث کاوه په همدغه اندازه نه و، لکه نن چې د افغانستان ټول اقشارو ته لبیک وایي او د بحث لپاره آماده کیږي. محض د بحث لپاره راتګ دا د سولې لپاره یو لوی پیشرفت ده. من 3 کاله 2 کاله مخکې دغه فرصت نه لرم چې په دغسې ازادانه بحث کې راغلو. دوهم موضوع دا ده چې سوله د افغانستان د 40 کلنې غمیزې په داسې اسانه توګه هم نه ده چې ځینې خلکو پرس کړې ده چې په ډېره دوه دریو کانفرانسونو یا غونډو کې به دا نتیجه ورکړي، ځکه چې یوې داخلي بعد د افغانستان د سولې منطقوي ابعاد دي او نړیوال لارې دي. خوشبختي هم دا ده چې منطقوي او نړیوال کاملا په اجماع کې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې هغه څه چې ابتکارات مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه باید د افغانستان نظام رهبري دولت باید په کاره اچولي وو. دا ابتکار یو څه له موږ نه نړیوالو یا د سیمې هیوادونو او یا تحریک طالبانو په لاس کې واخیسته. دغه کانفرانس چې په مسکو کې دوی جوړ کړی وی باید حکومت جوړ کړی یا په دوحه کې، یعنې دا ابتکار باید زموږ سره وی. بس اساسی چرا تا زمانی که شما رئیس بیخانه شورای عالی صلح بودین این کارا نشد؟ شما عملا گوره من طریق جای پروچی دغه د سولې پلان روانو. یو له اساسي پلانو څخه دا و چې کله طالبان د امریکا د متحده ایالاتو سره مذاکره دوجانبه شروع کوي همزمان باید د افغانستان د حکومت سره هم مذاکره شروع کړي. دا له طرح او له پلانو څخه و. د دې لپاره کاملا آمادګي موجوده وه، مګر دغه آمادګي په اخرو دقایقو کې ولې ونه شوله؟ ځکه چې دا ډیره مشکله ده چې تر څو د طالبانو سره څو د مطبوعاتو نه او رسمي مذاکراتو نه بغیر د مذاکراتو د شروع کولو لپاره مجالس ونسي، په ایجنډا بحث ونسي، په طرز د مذاکرې بحث ونسي، د مذاکرې په جای بحث ونسي، د یو بل د مشروعیت د منلو باندې بحث ونسي، مستقیم مذاکرې ته نشتلی. مواردی که اشاره کردین گذشت مواردی بود که ما سپری کردیم، حالا در یک مقطع متفاوت‌تر قرار داریم. چه قیمتی باید پرداخت شود؟ چه کاری صورت بگیره که صلح رقم بخوره؟ آنچه که آرزوی همین مردم افغانستان هست، هزاره که امروز اینجا آمدن کلانترین پرسششان همی هست، حالا چه باید شود؟ دیر پجای پختند زه خوشبینم ده حکومت رستنی افته اقداماتو تا چی پلم رستل اغاز چی من پلان کړی و او پیشنهاد مونږ کړی و د همدغسې یو ملي جرګې یا شورا یا مجلس چې په هغې کې د افغانستان ټول احزاب او اقشار او شخصیتونه موجود وي او یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ سي. دا ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د دولت په استازیتوب، د افغانستان د نظام په استازیتوب باندې مذاکره وکړي. دا یو مثبت قدم ده او دغه قدم که تعقیب سي زه مطمئن یم چې نتایج به ورکوي. اوس په دغسې مرحله کې هم هغه څه چې زما د تحلیل له مخې وایم ضرورت ایجادیږي د یو بل افغاني منځګړیتوب چې څنګه وکولی شي دواړه خواوې مستقیم مذاکراتو ته. دا منځګړیتوب افغانیم کیدلی شي، دا نړیوال هم کیدلی شي، مثلا ملل متحد یا OIC دای هم کولی شي. افغاني شخصیتونه هم دا توانایي لري چې څنګه وکولی شي د حکومت د دولت لخوا نه چې سبا یا بل سبا به رسمي مذاکراتي ټیم اعلانیږي دا او د طالبانو مذاکراتي ټیم د یو ځای کېدو لپاره بحث وکړي او سره نږدې کړي او مشترک ایجنډا. بله روی همین مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی بانو ثمر مورد مهم اجماع در طرف ضد طالب هست، بحثی که تا حال دست کم وجود نداره، اما تلاش های صورت گرفته، به ویژه این تلاش های پسین، مثلا ایجاد شورای رهبری مصالحه، کار روی فهرست هیئت مذاکره کننده، مسائل از این قبیل. اینها راه باز میکنه برای به میان آمدن یک چنین اجماعی؟ مطلقا من فکر میکنم که حکومت افغانستان باید بیشتر از این یا قبل از این امرای مردم نظرات خود شریک می ساخت و یک تعداد افرادی که حداقل در مسائل سیاسی دخیل هستند و یا دخیل نیستند، کلانای قومی، زنا، مردا، قربانیان جنگ، اقوام مختلف، اقلیت ها، افراد دارای معلولیت در افغانستان، اینا قبلا باید این کارا صورت می گرفت، ولی حالا هم که شروع کرده به نظر من گپ خوب است. ولی چیزی که مرا نگران میسازه این است که ما نباید در هر دو ماه طرز تفکر ما و ایجاد نهادهای نو یا تیمای نو اینا هر روز تبدیل شود و ساخته شود. به خاطر از این من فکر میکنم حکومت افغانستان نباید عجله بکنه، دقیقتر اقدام بکنه، با افراد مختلف، با نیروهای مختلف، با گروپ های مختلف جامعه مدنی و اینا مشوره خود انجام بده، یک گروپ متحد بسازه و صلاحیت بده که بره بر مذاکره. شده نمیتونه که انتخاب یک، درست است که رئیس جمهور صلاحیتش داره، اما یک فرد نمیتونه انتخاب بکنه. ما مشکلات درونی خود که داریم این مشکلات باید پشت سر بانیم، به خاطر از اینکه او قضایای دیگه است و مسئله صلح یک خواست کلانتر مردم افغانستان است. در این راستا ما باید بسیار حوصله داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، افراد مختلف، افراد که منتقد دولت است یا حکومت است، اینا را هم شامل قضایا بسازیم. چون به هر صورت هر قدر این سمت یا طرف مخالف طالبان قوی و متحد باشن، اما قدر ما میتونیم زمینه را برای آوردن صلح در افغانستان مساعد بسازیم. خب مشخصتر کارهایی که صورت گرفته، کارهای پسین، اینها راه باز میکنن برای به میان آمدن یک چنین اجماع، همین وحدت دیدگاه یا همین قوتی که شما از حرف میزنه؟ به نظر من اول خو یک شورای کلان مشورتی ساخته شد، باز یک تیم مذاکره ساخته شد و باز شورای عالی صلح بود که حال مثلا من وقتی در ولایت‌های مختلف رفتم، دیروز هم در قندار بودم، پریروز در هلمند بودم، هفته گذشته در بامیان بودم، در هرات بودم، هفته پیشتر از او، گپ مردم این است که شورای عالی صلح در این وقتی که نیاز است نمایندگی‌های ولایتی از اینا چرا بی سرنوشت است. از من میپرسیدن، من گفتم من خبر ندارم، چون نه در ایجادش شریک بودیم نه در تداوم کار شورای عالی صلح. من فکر میکنم در اینجا هنوزم نیاز به دقت بیشتر است، به خاطر از اینکه هر قدر ما تیم مذاکره کننده یا تیم مشورتی هر چی است، هر قدر ما این را وسط ببخشیم و افراد و گروپ های مختلف شامل بسازیم، اما قدر ما موفق‌تر میتونیم عمل بکنیم، اما قدر ما میتونیم همسو عمل بکنیم. بسیار تشکر آقای مرادیان. زمینه ببخشید، زمینه مداخله یک تعداد کسایی که منافع خود در تداوم جنگ میبینه، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، این زمینه چه کسایی منافع خود در جنگ میبینه بانو سمر؟ البته گروپ های مختلف هست دیگه. ما با تاسف ما همگی ما میفهمیم که همسایه‌های ما دخیل است در قضایای افغانستان، فراتر از همسایه‌های ما. وقتی میگیم اجماع برای صلح وجود نداره، این گروپ ها هم شامل میشه دیگه، اینها منافع خود در جنگ میبینن، اقدام های دولت میتونه. فراموش نکنیم که ما نیروهای گروپ های مافیایی که در افغانستان اینقدر هزارها تن مواد مخدر قاچاق میکنن و تولید میکنن، اینا رول دارن، به خاطر از اینکه وا منافع خود در تداوم جنگ میبینن، در تداوم حاکمیت، عدم حاکمیت قانون میبینن. بسیار تشکر آقای مرادیان. اگر متمرکز شویم روی نشست پیشرو در دوحه، انتظار شما به عنوان یک چهره اکادمیک و به عنوان یک شهروند افغانستان از این نشست چی است؟ خب ببینید، پیش از این اجازه بدین که بانو سیما سمر یک واژه استفاده کردن که خیلی ها استفاده میکنن، عبارت از اقلیت ها. وقتی که شما از واژه اقلیت صحبت میکنین، در کنار واژه اقلیت اکثریت هست اینها، در صورتی که قانون اساسی ما شهروند هستیم ما و در شهروند اقلیت و اکثریت ندارد اینا. بنابراین منظور خانم سمر نبودم، واژه است که استفاده می شود. بنابراین خوب است در ادبیات ما به جای اکثریت، و اگر اکثریت باشه، اکثریت ما قربانی جنگ هستیم، ما اکثریت مردم از افغانستان فقیر هستند. بنابراین در استفاده از واژه اکثریت یا اقلیت باید ما هوشیار باشیم. ببینید، در آنچه که در دوحه اتفاق می افتد در چند روز آینده، یک خبر خوشی است. خبر خوشی است که هر چقدر ما در مورد صلح صحبت کنیم به نفع افغانستان است و ما را نزدیکتر می کند به طرف صلح. اما یک واقع بینانه هم باید در کنار آرزوها باید باشد. این هست که ببینید، طالب ها یک آجندای مشخصی دارند، یک تیم مشخصی دارند و آجنده از اونها بسیار واضح گفته می شود که ما می خواهیم بیاین به کابل به عنوان پیروز، پس ما می خواهیم امارت اسلامی خود دوباره بازسازی کنیم ما و سلام. حال شما قبول میکنید، خوش میآید، حزب جمعیت اسلامی عذابی که جناب دکتر صاحب اشاره کردن، خوش میآید در زیر سایه بیرق امارت اسلامی. این خلاصه استراتژی صلح طالب ها می باشد. سوالی که وجود دارد، استراتژی جمهوری اسلامی افغانستان چی می باشد؟ ما دیدیم که آنهایی که در مسکو رفتن، هر کس استراتژی خود داشت و کسانی هم که نامهای از اینها در رسانه ها درس شده است، همه آنها انسان های شریف و محترمی هستند، اما بعض از اونها و شاید خیلی از اونها سردرگم هستند. بله. سردرگمی. بنابراین شما وقتی که میخواید مذاکره کنین یک طرف منسجم است، یک طرف آجندا دارد، استراتژی دارد، یک طرف دیگه شکننده است و سردرگم است و هر کس ساز خود خور میزنه. با این شکنندگی و سردرگمی باید از میان بره. دقیقاً هم است که واقعا ما وقتی که هیئتی که مذاکره که میخواید برای قبل از اینکه ما در مورد کیه هیئت صحبت کنین باید این در مورد چیه هیئت باید صحبت کنین. این هیئت ها در جستجوی چی هستن؟ متاسفانه ما بیشتر تمرکز خود روی داره که کی در این هیئت باید باشد کی نباید باشد. آنچه که کمتر توجه شده است هسته که چی باید مذاکره شود و چی باید دستورالعمل این شوراها باید باشد. بسیار خوب. فکر نمیکنین حالا در مقطع رسیدیم که باید به دنبال یک راه میان خواستهایی که از جانب طالبان وجود داره و خواستهایی که این طرف مطرح هست از جانب نظام و حکومت افغانستان و نگرانی از ارزش‌هایی که بالاخره شکل گرفته تا این سالها یک راه میانی جستجو شود. در مقطع رسیدیم که در نهایت همه منتظر صلح هستند، آغاز مذاکرات رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان هستند. راه میانه چه میتونه باشه؟ ببینید اینجا دو دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاه جمهوری اسلامی افغانستان هست که قانون اساسی ما و بیرق سرنگ جمهوری اسلامی افغانستان است و طرف دیگر امارت اسلامی طالب ها می باشند و او بیرق و که اونها دارند. پس دو دیدگاه متضاد با یکدیگر هستند. حالا ما در جریان گفتگوها ما می توانیم نقاط مشترکی که وجود دارد جستجو کنیم، اما فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی افغانستان با امارات اسلامی برابر نیستند. جمهوری اسلامی افغانستان یک دولت هست که توسط 190 کشور به رسمیت شناخته شده بود، اما گروه امارت اسلامی یا امارت اسلامی طالبان یک گروه می باشند. بنابراین از لحاظ حقوقی ما نمی توانیم و نباید بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی طالبان برابری کند. اما امارت اسلامی طالب ها به عنوان یک جریان سیاسی و طالب ها به عنوان شهروندان افغانستان حق دارند که در یک ساختن یک افغانستان زیر بیرق جمهوری اسلامی افغانستان همانطور که دیگر گروه ها آمدن اونها هم بیایند. شکر. آقای خپلواک، اگر هدف دستیابی به صلح است، این طرف حکومت یا نظام همین جمهوری اسلامی افغانستان در کدام ساحات، در کدام جاها باید از خود انعطاف نشان بده که هدف به دست بیه؟ بس داره چی تروس پوری نده افغانستان دولت من حیث نظام مشخص اهداف ندی معلوم چی سوله په کوم قیمت غواړو، ملت برداشت میشه. لازم ملت سره چې تشویش ده هغه دا ده چې دغه سوله په کوم قیمت راځي او دا قیمت ملت پخوا ورکړی ده، اوس څنګه ورکوي؟ دا یو پوښتنه ده. دوهم، تر اوسه پورې د طالبانو تحریک هم وضاحت نه ده ورکړی چې دوی د افغانستان د دولت یا د جمهوری اسلامي افغانستان سره یا د افغانستان د ټول ملت سره سوله په کوم قیمت کوي. دغه پوښتنه هغه وخت مطرح کیږي کله چې د دواړو لخوا نه غوښتنې مطرح سي چې کوم موضوعات اختلافي دي، په کومو موضوعاتو باندې بحث کیږي او موږ له کومو موضوعاتو څخه تیرېدلی شو. تر هغه ځایه چې زما معلومات دي یو شی مشترک د نظام په داخل کې چې موږ جمهوری اسلامي افغانستان یو، ټول منتقدین د حکومت یو هم د نظام سقوط نه غواړي. دا یو مثبت قدم ده، یعنې یو هم نه غواړي چې نهادونه د سقوط وکړي. انتقاد په خپل ځای لري مګر نه غواړي چې بیرته په څرک لاړ شي. دوهم شی چې تر هغه ځایه چې من په مختلفو مجالسو کې اشتراک کړی ده، د طالبانو دیدګاه به هم هغه نه وي چې ټول نظام پروپاشي وکړي او هر څه له منځه لاړ شي. پس چی از دیدګاه طالبان؟ بحث دلته دا ده چې څنګه کولی شو یو سولې ته ورسیږو چې هم شته نظام د ټولو لاسته راوړنو سره د ټولو نهادونو سره وساتو او هم د طالبانو هغه غوښتنې چې لري د هغې د لاسته راوړلو لپاره د هغوی سره یو سیاسي معاملې ته ورسیږو. دقیقا هم بس راه میانی را که آقای مرادیان مطرح کردن. درې ډلې باید د سولې قیمت ورکړي. د افغانستان ملت د سولې قیمت ورکړی ده او هر ورځ قربانی ورکوي. دانن به هم 1200 کور په غم کې در روزانه قربانی د افغانستان ملت ورکي. د افغانستان سیاسي قشر، د افغانستان د دولت د حکومت رهبری او د طالبانو مشرتابه دغه قیمت د راتلونکي ساختار، د راتلونکي نظام، د راتلونکي یو مشترک حکومت ورته وایي چې د انتخاباتو له طریقه راځي، په تفاهمي شکل راځي، په څه ډول باندې راځي، دا وروستنۍ موضوع ده چې موږ باید مخکې نه کړو. متاسفانه یوه ویرې په ملت کې واچوله شوله چې سورې ته لا بحث ته نه وي رسېدلي. ځینې هغه تشویشونه چې موږ بیرته د اویامې لسیزې ته ځو، یا دلته د موقت حکومت موضوع مطرح ده، یا دلته انتقالي حکومت موضوع مطرح ده، دا موضوع ډېره وروسته ده. اول په دې بحثو کې چې آیا موږ کوم مشترکات لرو، کوم اختلافي ټکي لرو. له همدې خاطره دغه تشویش باید د ملت سره نه وي چې په سوله کې تاوان ده. سوله ټوله په ګټه ده، هېڅ داسې شی نشته چې موږ په هغې باندې فکر وکړو چې موږ د 18 کلنې لاسته راوړنو له لاسه ورکړو. لنډ مثال یې زه درکړم. تېر انتخابات وشول، د افغانستان ولس خپله اراده تمثیل کړه. دغه اراده تمثیل مختلف عوامل لرل، ونه منل شوله. د افغانستان سیاسیون جمع نړیواله ټولنه راجګه شوله د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ او ټول ملت استقبال وکړو ځکه سیاسي ثبات کې نغښتی وو. اوس څنګه کولی شو چې د یو دایمي سولې لپاره، د یو دایمي ثبات لپاره د افغانستان سیاسیون جمع رهبری د حکومت، جمع طالبان د نړیوالو په همکاری باندې دغسې یو توافق ته ورسیږو چې د ټولو لپاره د منلو وړ. بله، همین توافق بسیار فشردهشون وقت کمی داریم. چگونه به دست میاد که هم تفاهم سیاسی با طالبان شوه و هم صلح رقم بخوره که مردم از راضی باشن و این نظام و حکومت هم از میان نره؟ دا بس ډیر په اسانه توګه راتلی سي. زما پیشنهاد په دې برخه کې دا ده چې یو خود دوهې کانفرانس ته، دا کانفرانسونه څومره چې د افغانستان د مختلفو اقشارو نمایندگان د طالبانو د رهبري سره ګوري، دا ډېر مثبت ده. ځکه هغه تشویشونه چې د ملت سره دي باید ورته ووایي. ځوانان، میرمنې، مدني ټولن، ژورنالیستان، قومي مشران، علما. بس دلته دا ده چې د افغانستان له سیاسي قشر نه چې استازیتوب وکولی سي، یوه ډېره وړه ډله په نمایندګۍ د ټولو اول دلته توافق وکړي، بیا طالبانو سره کښیني چې په څه ډول باندې یو توافق ته رسېدلی. په دغسې لویو غونډو کې هغه موضوعات چې تاسو ورته اشاره وکړه په هغې باندې نه بحث کېدلی شي او نه یې لاسته راوړلی شي. پس از میان برنامه کوتاه این مناظره ادامه خواهد داشت. باز هم خوش آمده. ادامه مناظره تولو نیوز در مورد صلح و حالا هم چند پرسش از حضار در تالار. بفرمایید شما. عرض سلام و درود دارم خدمت تمام دوستان حاضر در جلسه و همچنان بینندگان تلویزیون تولو نیوز. نگرانی ها و سوال ها بدون شک زیاد هست در رابطه با صلح، اما سوال خلاصه و کوتاهی که من از دکتر سیما سمر دارم و یک کمی ارتباط میگیره با دولت هم. حالا که بحث با طالبان در چهار موضوع مشخص مورد بحث هست، یکی خروج نیروهای خارجی هست، مبارزه با تروریسم هست، گفتگوی بین الافغانی و آتش بس هست. اما ولی طالبان 18 سال هست که جنایت کردن. آیا حقوق قربانیان جنگ باید یکی از بحث‌های مهم مذاکره صلح باشد؟ و همانطور موضوع عدالت انتقالی شد. از نظر آیا این موضوع عدالت انتقالی و حقوق قربانیان برای احزاب و دولت هم مهم هست؟ در جمله بگن جناب. بفرمایید. به نام خدا. مشتبه کریم است، استاد دانشگاه صابر. من سوالی که دارم از جناب داوود مرادیان صاحب است. سه مرحله صلح وجود دارد در ادبیات صلح: ایجاد صلح، حفظ صلح و پیس بیلدینگ. و در این رابطه ما سه نوع اجماع نیاز داریم: اجماع درونی، اجماع منطقه‌ای و اجماع جهانی. شما با کدام بنیادها و منطقه پیشنهاد میکنین که ما بتونیم این سه مرحله را عبور کنیم و بتونیم سه اجماع منطقه‌ای و جهانی را ایجاد کنیم؟ دوست ما در آخر. بله بفرمایید. اولتر سما سلام خدمت تمام مهمانای عزیز. سوال ما از دکتر سیما سمر است. شما قبلا از اختلافات درونی در حکومت یاد کردین. به نظرتان همین اختلافات درونی و حتی مشکلات در سیاست خارجی حکومت سبب یک موضع‌گیری خیلی ضعیف حکومت در این پروسه نگردیده؟ بسیار تشکر. یک پرسش پایانی اگر کسی از خپلواک صاحب داره پرسش بفرمایید. فرزام خراسانی هستم، عضو بورد رهبری اجماع بزرگ مردم کابل. سوالم مشخصا از آقای خپلواکی است که برخورد دوگانه در قسمت نشست مسکو و نشستی که قرار است در دوحه برگزار شود چطور میتونن این برخورد دوگانه را اینا بر مردم افغانستان توضیح بدن؟ یعنی مشخصا سوالم این است که ابتدا دولت افغانستان آزور آمده شدن که با طالبان مذاکره بکنن، ولی وقت طالبان خواستن که با حکومت افغانستان مذاکره نکنن دوباره نشست مسکو از طرف دولت افغانستان تحریم شد. بسیار تشکر. شما فرمایید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مدیحه یوسف زی ما د هیواد عالی لیسه مدیره. ډیره خوشاله یم چې په دې پرتمینه غونډه او ارزښتناکه غونډه کې ما اشتراک کړی ده او د ما پوښتنه سوال ما مربوط دکتر صاحب سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر می باشد. در نهایت عدم موجودیت مشوره های فراگیر و مهارت های تکنیکی در زمینه نحو پیشبرد مذاکرات و مشخصات مربوطه چی نتیجه خواهد داشت و چگونه ارزیابی میکنید؟ چی خوشبینی وجود دارد در این قسمت؟ بسیار تشکر. بانو سمر سه پرسش مربوط از شما بود. در رابطه با سوال اول میخوایم بگوییم که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نه تنها برای این پروسه صلح که آغاز شده در چند ماه اخیر، بلکه از آغاز دادخواهی کردیم برای تامین عدالت. در صورتی که عدالت تامین نشود و ما به درد و رنج قربانیان رسیدگی نکنیم، ما هر مکانیزمی را که پیش میگیرن به تفاهم مردم افغانستان و به تفاهم با قربانیان، ما به صلح پایدار نمیرسیم. یعنی قطع جنگ و قطع انتحار صلح نیست. در این رابطه به مخاطر است که ما همیش دادخواهی کردیم برای حکومتداری خوب و تقویه حکومتداری خوب. حکومتداری خوب یعنی ارائه خدمات ابتدایی اجتماعی بر مردم افغانستان. حکومتداری خوب یعنی تامین عدالت و فسیلیتشن یا سهولت بخشیدن به دسترسی مردم به عدالت. در رابطه با این مسئله اخیرم ما فکر میکنیم اگر حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی یا طرفین قضیه در رابطه با مسائل درد و رنج آلام قربانی‌ها مکانیزمی را نسازند، ما به صلح پایدار نمی‌رسیم. سوال دوم از شما بود. سوال دوم چی بود؟ از شما بود. خب خانم بله. یادم نمانده. خب به سوال آخر. سوال آخر میشه جواب بگویم که هر قدر ما متحدانه عمل بکنیم و مشوره ما با مردم افغانستان وسیع‌تر شود، اما قدر به نفع آینده صلح است. و در این راستا میخوایم بگوییم که اشتراک زنان بسیار حتمی است. یعنی اشتراک معنادار زنان، نه اشتراک سمبولیکشان به خاطر که ما مجلسشان رنگه کنیم، بلکه به خاطر از اینکه زنان با توانمندی، با طرح مشخص، با اجندای مشخص باید اونجا بره، به خاطر از اینکه نه تنها در میز مذاکره بلکه بر پلانسازی صلح در میز مذاکره و بر تطبیق توافقنامه صلح. بسیار تشکر. آقای مرادیان ببینید، در پاسخ به سال دوست ما میخوایم یک پیوندی بدم که امسال 100مین سال استقلال افغانستان هم جشن گرفته می شود و یک فرصتی هست که ما افغانها به عنوان یک ملت یک گفتگوی بین الافغانی شروع کنیم که 100 سال از استقلال افغانستان گذشته است و یک نگاهی که من انداختم 80 سال 100 سال ما مشکل داشتیم. ما 80 سال یا جنگ گرم بوده است یا بی‌ثباتی سیاسی بوده است یا جار و جنجال های داخلی و تقریبا 80% عمر خود یک نهاد به اسم دولت افغانستان در جنگ و بی‌ثباتی گذشته است و هر کدوم از ما تفسیر و تحلیل خود داریم. چرا ایده میگن که واقعا این خارجی‌ها بودن که میگی مشکلات آوردن و بنابراین در پاسخ به این سوال مهمی هست که ما از این فرصت استفاده کنیم به عنوان یک ملت که ببینیم که چرا ما 80 سال از در جنگ میسوزیم یا در بی‌ثباتی سیاسی. تحلیلی که ما دارم زیاد ما روی ریشه‌های بیرونی نگردیم، ما ریشه‌های بیرونی بیشتر بازتاب و نتیجه جار و جنجال‌های داخلی است. تشکر آقای خپلواک. تشکر. ما خو اول به نمایندگی حکومت صحبت نمی‌کنیم، شما خبر هستیم. تا جایی که ما معلومات داریم در کنفرانس مسکو از حکومت دعوت نشده بود، منتها سیاسیون و من حیث دولت اشخاص ربطه بودن، مثلا شورای ملی و شورای صلح و در کنفرانس دوهم که تا جایی که ما خبر داریم رسما از حکومت دعوت نشده بلکه اشخاص و افراد دعوت شده و عالیه معلوم میشه در دو روز که دولت من حیث کل که یک گپ که بسیار مهم و اساسی هستند و یک پیشرفت خوب هستند که یک هیئت منظم با یک ایجندای منظم با یک ترکیب منظم روان شو از طرف تمام ملت و در اونجا به طالبان به موضوعات اساسی صحبت کنه. میرسیم به بخش دوم پرسش ها. بانو سمر در مورد هیئت صحبت شد، خیلی فشرده آقای خپلواک هم اشاره کردن. هدایت این مذاکرات در مسیری که مردم میخوان و خواست ملت است نیازمند چگونه هیئت است؟ من فکر میکنم که افراد باید تعیین شود که هم مورد اعتماد مردم باشه و هم صلاحیت های لازم داشته باشه برای چین‌زنی و برای مذاکره با طالبان. اگر قرار باشه که ما با تمام احترام به کسایی که رفتن و نماز خواندن، اگر قرار باشه که ما فقط بریم پشت سر کسای ساچه ما نماز بخوانیم، من فکر میکنم که او کافی نیست. خوب است که ما اظهار اصطلاح خوشوقتی بکنیم که با اونا شیشتیم، ولی به نظر من او کفایت نمیکنه. بنان نیاز است که هیئت همه شمول باشه، نه تنها افراد دولتی و حکومتی باشه بلکه افراد باشه که توانمندی مذاکره را داشته باشه و مورد اعتماد مردم و حکومت باشه و صلاحیت های کافی داده شود. ایتون نشود که اونجا سر یک موضوع بس بکنن باز بگوین براین که باش ما اجازه بگیریم که در این قسمت ما را اجازه میتن یا نمیتن. برو سمر، فهرست دست کم منتشر شد برای سالها درس کرد و شما هم حتما رو دیدین، فهرست 22 نفری و 37 نفری. اینها همون کسایی هستند که قابل قبول هستند برای همه مردم افغانستان. هیئت مطلوب هست، اینجا صدای جوانان وجود داره، همطور زنان وجود داره. فکر میکنین برای شما قابل قبول هست؟ البته میخوایم بگویم که جزئیات لیست ندیدیم به خاطر که من در دو روز گذشته در هلمند و قندهار بودم، هیچ وقت از زیر پیدا نکردم که ببینم لیست. امروز هم بسیار مصروف بودم متاسفانه. به نظر من این لیست نهایی نیست دیگه. اگر نهایی باشه خب باید رسما اعلان بکنن که در اختیار مردم قرار بگیره. یک نوع از اجماع باید سر این لیست بیاید بین مردم افغانستان. در غیر از او باز اونمو گپ است، ما ادامه میتیم تشنجات سوء استفاده ها را کسایی است که میخواین از این موقع استفاده بکنن باید این زمینه را نتیم. چیزی را که من میخوایم بازم تاکید بکنم اوی است که اشتراک واسه مردم ضمانت میکنه صلح، اشتراک واسه اقشار مختلف جامعه ضمانت میکنه صلح. اگر قرار باشه که طرف طالبا بگوین که ما مثلا حقوق بشر نمیشناسیم یا حقوق زن نمیشناسیم، خودش اعلان جنگ است، اعلان تداوم جنگ است. بله. این ممکن نیست. به او خاطر است که اگر ما حداقل 41 سال گذشته افغانستان رو ببینیم، چیزی که مردم افغانستان وادار به مقاومت کرده تخطی های حقوق بشر بوده، محدودیت کردن آزادی های مردم بوده. تشکر. آقای مرادیان، بسیار تاکید میشه روی همه شمول بودن هیئت، فراگیر بودن هیئت. همه شمول بودن هیئت یعنی چی؟ خب این یک مشکلی که ما در افغانستان داریم که بخش از فرهنگ سیاسی ما هست، این هست که شخص محوری است. اگر من در اون لیست می بودم میگفتم بهترین لیست است، اما چون از این لیست نیستم هزار یک انتقاد میارم، مردم انتقاد از نه اینا نیازی ندارن با درولس باشن. اینا پس باید ما متوجه باشیم که محور قضاوت ما منافع شخصی نباشد. اگر من باشم بهترین لیست است و اگر نباشم بهتر. آنچه که مهم است سه معیار مهم است که ما برای قضاوت چنین لیست، یکی که او فرد نمایندگی از چه جریانی انجام میدهد، از چه جریان انجام میدهد، و دوم بحث مشروعیت هست، مشروعیت است، و سوم معیار توانایی فردی است. اگر پس بنابراین یک نماینده چه گروهی در حضور پیدا می کند، تا چند اندازه او مشروعیت دارد در او گروه، و سوم چه توانایی های فردی دارد. متاسفانه این معیارهایی که در این لیستیدم خیلی از اینها اکثر از این معیارها نداره. اولا اکثر از اونها مهارت مذاکره ندارن، چون پشت سر این طالب ها که میبینین جنرال های بسیار با سابقه ISI پاکستانی هستند که ISI پاکستان امریکایی ها به ته دست خود گرفته است. بنابراین ما کسانی باید در روبروی هیئت باشن که با مذاکره کننده اصلی که ISI پاکستان باشن بتوانند مذاکره با کسانی که شما لبخند میزنن یا ریش بلند دارن یا تربان بسیار مندیل کلانه دارن، شما نمیتونین با صاحب منصب ها و دیپلمات های پاکستانی مذاکره کنید. بله. اگر این لیست هایچا این نقطه قوت که شما میگه نداره پس. نداره، چون اکثر از اینها آدم های بسیار شریفی هستن. ما در مورد شخصیت افراد قضاوت نمیکنیم، ما در مورد توانایی های از اونها میخوایم. و دوم اینکه از کدام آدرس اینا میخوان بیاین. ببینین آدرس طالب ها مشخص است، آدرس طالب ها مشخص است، آجنده اینا مشخص است. بنابراین کسی که از این طرف مذاکره میکند آجنده باشه. شما نمیتوانید یک طرف به صلاح آب هست که مو طالبای نکتای پوش این طرف میز باشند و طالبای مندیلی اون طرف باشند. بین طالب مندیلی و طالب نکتای پوش که نقطه اختلافی وجود نداره. بنابراین کسانی باید باشند که جریان مخالف باید باشند. تو جنگ بین دو جریان متضاد اتفاق میافتد و صلح هم باید بین دو جریان مخالف اتفاق بیفتد. بنابراین در تیم مذاکره کننده آنچه که مهم است توانایی فردی هست، و دویی که اینا از نمایندگی یک جریان های سیاسی یا اجتماعی داشتن. یک چیزی که وجود ندارد جریان های چپی در افغانستان هستند. ببینید ما جریان های جهادی بخش از واقعیت سیاسی افغانستان هستند، اما چرا در این مذاکرات مربوط به صلح و تحولات سیاسی ما از جریان چپ افغانستان نمایندگی نداریم؟ بنابراین همه شمول بودنی هست که باید نمایندگی یک جریان سیاسی یا اجتماعی یا قومی داشته باشد و هم توانایی ها. این فهرست دست کم نه همه شمول هست و نه اینها توانایی مذاکره دارند. همین آدم های شریفی هستند ولی همین دو معیار نیست ندارن. متاسفانه آخی خپلواک هم نظر هستین؟ تشکر. زما بحث داده چې موږ چا سره مذاکره کو. ځینې خلک فکر کوي چې طالبان په همدغه شیفه او قواره چې دوی ورته ګوري بحث کول ورسره اسانه دي. یو حرکت چې 18 کاله د 40 هیوادونو سره مبارزه وکړي او د افغانستان د منظمې اردو سره وجنګیږي، دی ډېر څه زده کړي دي. نن که موږ وایو چې د هغوی تر څټه ښایي یو دوه هیواده دي، مګر دا به ښکاره نه وي، دی 3 دی 15 دی 10. موږ سره دلته د 40 هیوادونو 1,30,000 نظامي قوت و. که ته په تبلیغاتي لحاظ وګورې د افغانستان د دولت ټوله تبلیغاتي دستګاه د طالبانو د هغې کوچنۍ تبلیغاتي دستګاه تر اوسه مقابله ونه کړه. څومره چې زموږ امکانات دي، حتی موږ برحقه خپله خبره هم ملت ته توجیه نه کړه، هغوی خپله خبره که ناحقه وي په مثبت توګه توجیه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ باید په دقت وګو چې څوک لیږو مذاکرې ته، تر څو چې طالبان ونه پېژني. هغه طالبان چې په 90مه لسیزه کې وو، هغه طالبان چې په 80مه لسیزه کې وو، هغه طالبان چې په 90مه لسیزه کې دي، در دیر فرق خبرات مشخص‌تر اگه صحبت بکنین. همین دقت دی لیست در نظر گرفته شد اگه تایید شود. ز افراد بس نکوم، ز ما بس په شخص. ولی مهم هست اخر خپلواک. دا چاله فر مهمه ده چې غوی په همدی باندې فکر. ز ما بس پدې ده چې من د مذاکره لپاره یو څوک ولګو چې طالب ل 90 لسیزه، 80 لسیزه او د 90 لسیزه طالب او پیژنې چې دوی چا سره بحث کوي، په څه ډول بحث کوي. تاسو د مسکو په کانفرنس کې ولیدل چې په ژوندۍ بڼه خپرېدله، یوه بیانه د هغوی ټوله میډیا یې ونیوله. بحث دلته دا ده چې ته خپله خبره څنګه توجیه کولې، او د هغوی نوشي جان چې خپل خبره توجیه کړه من په هغه اندازه چې لازمه وی د افغانستان سیاسیونو ډېر ښه بحث یې کړی ده، زه په انتقاد نه لرم، مګر په هغه اندازه چې زموږ برحقه غوښتنې وی هغه ونه شوی کولی. بحث دلته دا ده چې من داسې یو مذاکراتي ټیم باید ولرو چې هغه هم د وطني جرګې، هم په علمي لحاظ، هم په اسلامي اصولو، او هم افغانستان شمولو ارزښتونو باندې بلد وي، او هم څنګه وکولی شي. اصلا خو مذاکره په یو وړکۍ حلقه کې کېږي، اصلي بحث د پردې د دروازو تر شا کېږي او بیا به لوی مجلس ته راوړل کېږي. لامدی خاطر هم اگر همین فهرست سید شوه، این فهرست همشمول هست، فراگیر هست، مورد پذیرش شما هست. زه مطلقا د دې اشخاصو سره چې دغه لیست راوتلی ده، د افغانستان سیاسي شخصیتونه دي، درانه شخصیتونه دي، د افغانستان ورزیده شخصیتونه، ما په افرادو بحث نه ده کړی. هر یو خپله د دې استعداد او د دې وړتیا لري، او د افغانستان شموله لیست زه مطلقا. اما آخه خود فکر نمیکنین بحث را این کلی میسازه؟ مردم میخواین بفهمن اگر این لیست تایید شود اینها توانایی مذاکره داره؟ آقای مرادیان شک داره به این مسئله. اول بحث داده چې د افغانستان په دولت کې، د افغانستان په سیاسیونو کې د طالبانو نه موږ څومره معلومات لرو، د هغوی د فکر نه موږ څومره معلومات لرو، د هغوی د دید او د هغوی د کړنو نه موږ څومره معلومات لرو. ته کله چې د مقابل طرف په اصلي اهدافو پوه نه شي، بحث ډېر اوی راځي. دلته بحث دا ده چې مذاکرې ته داسې یو څوک لاړ شي چې هغه مخکې له مخکې په دې پوه شي دی په کوم فکر دی، څه ډول ورسره مذاکره وسي. مذاکره په ډېرو وختونو کې په ډېر منطق او اصطلاح هم نه کېږي. ډېر شیان دي چې په یو نورو طریقو باندې ډېره اسانه لاسته راځي چې څنګه وکولی شو یو درسته بین الافغانی تفاهم ته زمینه مساعد کړي. بسیار تشکر. بانو سمر، فقط یک پرسش. اگر توافق صلح امضا شود، فردای امضای توافق صلح وضعیت چگونه خواهد بود؟ چه آفتاب طلوع میکنه؟ جنگ پایان پیدا میکنه فردای امضای توافق با طالبان؟ ما فکر میکنم که بسیار معجله میکنیم که اگر توافق صلح امضا شود فردایش چطور است. پیشتر از او من فکر میکنم که باید زمینه مساعد شود، آتش بس شود، زمینه تفاهم بیشتر بین طالبان و مردم افغانستان ایجاد شود، بین مردم افغانستان و اقشار مختلف افغانستان. به خاطر از اینکه ما نباید از واقعیت های افغانستان چشم پوشی بکنیم. در شرایط فعلی مردم بسیار نگران است. شما فقط از دکانهای کونه فروشی حد زده میتونین که چقدر مردم آلام خانه و چند تا توشک و بالشت اینایی که داره مفروشن و در صدد گریز از افغانستان است. این نشان میده که مردم افغانستان نگران است. ما باید این زمینه سازی رو بکنیم. اگر واقعا آتش بس صورت بگیره، ممکن است 1 سال بگیره، ممکن است 1.5 سال بگیره، ممکن است 6 ماه ما به توافق برسیم. او روز بر مردم افغانستان شاید روز بسیار خوب باشه که ما ثابت کرده باشیم که ما معتقد هستیم به آتش بس، ما از خشونت دست برداشتیم. اما با قید این مسئله که تمام مسائل بسیار مشخص باشه، مسائل خلسلا، تعداد افرادشان، در کجا کی مسئولیت داشته باشه و تمام این پروسه ها بسیار طولانی است. میخوایم یک مسئله دیگر بگوییم که در جنگ عملا هیچ کس برنده نیست. من بسیار میخوایم واضح بگویم در جنگ که مردم ما یا مردم افغانستان اینقدر قربانی داد و عملا روس‌ها را از افغانستان کشید، ما میگیم ما برنده هستیم، در حالی که ما برنده نبودیم. روس‌ها را کشیدیم. تشکر. ولی یک افغانستان و ایران با اختلافات بسیار جدی بین مردم با تداوم جنگ بر مردم خود مفصل‌تر می‌خوایم برای مردم خود ماندیم. بسیار تشکر. فقط که 2 سوال دیگه هم میتونیم بگیریم و در جنببندی هستیم. بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت مهمانای برنامه و حاضرین در تالار و همه بیننده ها. سوال مشخصم از آقای مرادیان است. ویژگی های صلح پایدار بر مردم افغانستان از نظر شما چیست آقای مرادیان صاحب؟ مردم افغانستان امروز از هر لحاظ نگرانی های خاصی را داره و روی این موضوع حداقل یک جواب مشخص را نگرفته. از دیدگاه شما صلح پایدار بر مردم افغانستان چه ویژگی هایی را میتونه داشته باشه؟ و یک سوال از خانم سمر داشتم. فرصت نداریم. یک سوال شما. بله. بله. با تقدیم سلام و وقت بخیری خدمت دوستایی که در پنل هستند و وضعی که حاضر هستند در گفتگوی روی بحث در مناظره. سوال من متوجه جناب خپلواک صاحب میشه. در حالی که در اینجا جای شک و تردید نیست، مردم افغانستان نسل هاست قربانی داده و برای رسیدن یک صلح عزتمند و پایدار، چه فکر میکنید جناب خپلواک صاحب در حالی که حکومت افغانستان مصروف تنش‌های گفتاری است و اراده جدی و قاطع برای رسیدن صلح ندارد و سپس کلید گمشده صلح افغانستان به دست کی خواهد بود؟ مردم افغانستان، حکومت، روسیه یا آمریکا؟ آقای مرادیان بفرمایید. ببینید وقت کم است، اینم یک سوال جدی مطرح کردم. اینه که اگه به صورت تلگرافی صحبت کرد، صلح پایدار صلحی است که او صلح برنده و بازنده نباید داشته باشد، چون اگر این صلح یک برنده داشت یک بازنده، بازنده باز می رود مسلم می شود دوباره جنگ شروع می کند و 80 سال اخیر افغانستان 80 سال برنده ها و بازنده ها بودند. بنابراین ما صلح داشته باشیم که همه در او احساس برنده بودن کنند و بازنده وجود نداشته باشد و اینکه ساختارهای مناظر باید برای از او راه حل پیدا کنند. ما موافق هستیم. ما نسل تغییر هستیم، نسلی هستیم که هم صدا داریم، هم هدف داریم و هم سر آینده فکر میکنیم. کلی صلح به دست ملت است. حاکمیت ملی مربوط به ملت است. تشکر. اگر ما صدا بلند کنیم، حکومت ما شما انتخاب کردیم، سیاسیون مربوط به ما شماست و آل خوب بحث خوب با میستن که هم امکانات فراوان برای ما و شما مؤثر هستند. صدا از هر خانه، از هر تلفن، از هر مایک ما صدا بلند کده میتونیم و میتونیم که امیسول فایده را بیاریم. بسیار تشکر. در جنبندی هستیم. بانو سمر، قیمتی را که شما حاضر هستین بر صلح بپردازین به عنوان یک زن چه است و چند است و چه چیز را حاضر نیستین از دست بتین؟ البته به هیچ صورت حقوق بشری خود نمیخوایم از دست بدم و آزادی های خود نمیخوایم از دست بدم. نمیخوایم یک دفعه دیگه کس دیگه انتخاب بکنن که من چی بپوشم. و چیزی را که تاکید میکنم مسرش، ما هر زمانی که از عدالت چشمپوشی بکنیم ما به صلح نمیرسیم. هر زمانی که از ارزش های حقوق بشری چشمپوشی بکنیم صلح نیست، یک معامله سیاسی است که ما به صلح پایدار نمی انجامه و بر مردم افغانستان زندگی با کرامت ارزش داره. بسیار تشکر. آقای مرادیان، همین سوال از شما، قیمتی را که شما حاضر هستین به صلح بپردازین چند است؟ ببینید یک مش انتقاد هم باید داشته باشن. شما نباید از یک زن فقط بپرسید که حقوق زن چی است. یک مرد هم میتونه از نگرانی های خود در مورد زن داشته باشد و همونطور که یک زن در مورد نگرانی های در مورد مرد داشته باشد. و برنامه دیشب شما هم در طول که همه خانم ها آمده بودن، ای کاش چند تا از آقایان هم می بودن که در مورد حقوق خانم ها صحبت میکردم. هم که حق به خانم ها باید بدین که در مورد حقوق آقایان هم صحبت کنم. اگر بسیار واضح باشد، ببینید در 80 سال اخیر در افغانستان ما تلاش کردیم که یک فیل داخل یخچال کنیم. هر کس آمد به نحوی گفت که نه از خرطوم بگیر، یک گروه دیگه آمد که نه از پای بگیر ما. اما هر رقمی که بکنید شما فیل داخل یخچال نمیتوانید بکنید. بنابراین این راه نباید ادامه پیدا کند که باز ما بیایم یک نسخه دیگر بپیچیم که چگونه این فیل داخل یخچال کنیم. اینا با هم تناسب نداره. آنچه که مهم است بحث جمهوری است. جمهوری میتواند خیلی از منازعاتی که ساختاری است در جامعه افغانستان راه حل بلند مدت پیدا کند و اگر واژه خط قرمز استفاده شود برای ما جمهوری مهم است. بسیار تشکر. ما پاسخ را گرفتیم و آقای خپلواک دیر آسانه. اول خوب مرادیان صاحب ویلی من باید ویره ونه لرو، من په اساسي قانون کې اسلامي جمهوری لرو او درېمه ماده وایي چې هیڅ قانون چې د اسلام سره په مغایرت کې وي هغه په افغانستان کې هغه قانون نه. اما آیا طالب این قانون اساسي را میپذیرد؟ بحث راځم. طالب که د اسلام دعوه کوي خو موږ په اساسي قانون کې راوړی، نو موږ باید ولې ویر شو؟ ځکه چې افغانستان هیڅ قانون چې د اسلام سره په ټکر کې د تطبیق وړ نه ده، نو که دی اسلامي نظام غواړي نو موږ باید ولې ویر شو؟ دوهم سوله موږ ته ازادي هم راوړي، استقلال هم راوړي، خودکفایي هم راوړي او د پردیو له انحصار نه هم خلاصوي. نو په سوره کې ډېر څه لاسته راوړو هېڅ له لاسه نه ورکړو. بسیار تشکر از حضور مهمانان برنامه. آقای داوود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، بانو سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و آقای محمد اکرم خپلواک رئیس پیشین دبیرخانه شورای عالی صلح و از آقای احمد ولی مسعود هم دعوت شده بود تا در این مناظره شرکت کنند، ولی در دقایق پایانی ایشان از حضور در این مناظره خودداری کردن. و از همه حضار در تالار هم سپاسگزار هستیم. شبتان بخیر، خدا نگهدار.